عربی است. این کشوری 60 میلیون آدم داره، توی موقعیت صلح جشی با یه موقعیت تعیین کننده تو خاورمیانه و با یه حضور دائمی رو ذهنیت و وجدان اروپای غربی از انقلاب مشروطیت تا یه کشور مهمه، به نظر من مهمتر از آرژانتینه، مهمتر از شیلیه، مهمتر از برزیله از نظر ژئوپلیتیک جهانی و از نظر جایگاهش رو دنیای غربی و حرکت که دوشون کنه اتفاق بود. این تحول تو ایران تصویر همه رو از مسئله خاورمیانه دگرگون میکنه. خاورمیانه چیز دیگه میشه، شمال آفریقا چیز دیگه میشه، مسئله اقلیت ها و مسلمان ها در اروپا چیز دیگه میشه، پیروزی در ایران مسئله کمونیسم رو دیگه مطرح میکنه. عکس شما رو میندازن رو جلد تایمز و نیوزویک، میگن آقا لنین برمیگرده، آقا تروسکی برگشته. این کار رو خواهند کرد. ممکنه دفعه پیش تو کنگره قبل گفتیم منظره به شدت عوض میشه و شد، این دفعه به شدت بیشتری عوض میشه. تعجب نکنید اگه شما رو با لوکزامبورگ و لنین و تروسکی مقایسه بکنن و به یکی از ماها بگن رهبر ارتش سوئد. تعجب نکنید اگه تو پایتخت‌های جهان فرش فن کنن برای اینکه از شما استقبال کنن حرفتون چی. و واقعا ما این مسئله رو بروشن، آیا کمونیسم دوباره احیا شد؟ آیا 12 سال یا 15 سال یا 16 سال بعد از سقوط دیوار برلن دوباره جهان با موزل لنین روبرو میشه؟ عملیه. و حرکت کمونیستی مختلف در ایران کمونیسم رو دوباره میذاره نقشه جهان. میذاره تو درس مواد درسی دانشگاه ها. میذاره تو رأس آهنگسازی آهنگسازا و شعر اشعار شاعران. کمونیسم دوباره مطرح میشه، مارش دوباره پرفروش میشه. دوباره برو تیشرت هر کسی عکس داست چکش، اگه آرم ما داست چکش باشه و آرمشو بکش پیدا میشه. ما دوباره اون حرکتی که این هم وقت ازش حرف میزنیم، احیای کمونیسم تو سطح جهانی به دست یه حزب کمونیستی پیروز یا تقریبا پیروز میتونه صورت بگیره. عملیه، عملیه، سخته، غیر محتمله، ولی عملیه. چیکار باید بکنیم؟ من چند کلمه فقط میگم رفقا. دو سه سال گذشته دو تا مقوله حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه چارچوب بوده که ما بحثامون رو از طریقش گفتیم. هیچی جز این نمیگه که حزب و سیاسی رو واسه تملق متقابل همدیگه‌مون و واسه دور هم جمع شدن و رفع تنهایی در غربت تشکیل ندادیم. حزب سیاسی رو تشکیل دادیم که جامعه از وجودش مطلع بشه و به کمکش تغییر کنه. حزب سیاسی که نتونه جامعه رو نمایندگی بکنه و نتونه جامعه رو متشکل بکنه و جامعه رو تکون بده، حزب سیاسی نیست. هر چیز دیگه هست که خوب باشه، ممکنه بهش نوبل داد، ولی حزب سیاسی نیست. بحث حزب و جامعه بحث حزب سیاسی. ما باید حزب سیاسی بشیم. هر چی استخونبندی ما مارکسیستی تر باشه، باید با قدرت ما بده که سازمان توده‌ای تری باشه. هر چی رهبری و کادرهای ما با تجربه تر باشن، به ما این امکان میده آدمای بی تجربه تری رو منتخب کنیم. هر چی ما بهتر تبدیل کنیم، بهتر تهیج کنیم، بهتر بنویسیم، روزنامه در بیاریم، به ما امکان میده آدمای بی سوادتر، خجالتی تر و کم حرفتری رو به صف مبارزه بیاریم. این وضعیت ماست. باید این کارو بکنیم. این حزب سیاسی باید درست کنیم. و این اولین قضیه است. بحث حزب جامعه، بحث ساختن حزب سیاسی از گروه فشار به حزب سیاسی. این تو دستور ماست. 6-7 ماه وقت داریم. توی 6-7 ماه بریم بسازیمش. و تمام ایران انفجار بمب کمونیست کارگری تو خونه مردم بشنوه صداشو و بدونن حزب کمونیست کارگری اومده که بجنگه و اومده که بمونه. بحث قدرت سیاسی. ما اینو شکستیم. بمونم فوش میدم. اینا طرفدار قدرت سیاسی هست. مگه دارش گروهر نه؟ مگه دارش همایون نیست؟ مگه مسعود رجبی نیست؟ مگه آن سان سو چی تو برمه نیست؟ مگه حزب لیبر نیست؟ مگه لیبرال نیست؟ مگه سوسیال دموکراسی نیست؟ مگه کنسرواتیو نیست؟ مگه هر بشری که یه چیزی رو میخواد تغییر بده دنبال قدرت سیاسی نیست؟ چرا کمونیست‌ها نباید باشن؟ قدرت سیاسی تعریف گذار از تفسیر جهان به تغییر جهان. تمام تئوری دولت مارکس و تئوری دولت مارکس کرده که بدیهیت رو گفته که آقا چون یه دولتی هست که نمیذاره دنیا تغییر کنه و نظام شالوده نظام موجود و وضع موجود رو پاسداری میکنه، نمیتونی اونو نگهداری بری بابش عوض کنی. بحث قدرته و ما نباید هیچ ابایی داشته باشیم از این که میخوایم بریم برای قدرت. کسایی که میگن اغراق میکنید، دروغ میگید، خیلی به خودتون رو بزرگ میدید، میدونید چه خطای متدولوژیک معینی رو دارم جالب رو مرتکب میشن؟ ما رو با حزب بلشویک بعد از پیروزی مقایسه میکنن. لطفا ما رو با حزب بلشویک قبل از پیروزی مقایسه کنید.
با حزب بلشویک 1914 مقایسه کنید یا 1915 یا حتی 16 کجا قابل مقایسه بود قدرتشون با بود؟ کجای نقشه روسیه بود؟ بلشویک ها ما در مقایسه با حزب بلشویک که قبل از پیروزی قبل از فوریه بسیار پدیده عینی تر، مطرح تر، اجتماعی تر، سرخط تر و آماده تری هستیم. ممکنه شکست بخوریم و هیچ وقت اون مقام رو تو تاریخ پیدا نکنیم. ولی همین الان مقایسه کنید پروسی موقع انقلاب رفت آمریکا نمیخواست چیکار کنه. این همه کادر جنگ دیده، تبلیغ کرده، تمام وقت فدای مبارزه سیاسی، حزبی که نیروهای پارتیزانیش همین الان زیر چش جمهوری اسلامی میرن پلو مریم و معروف سلام علیکم میکنن. حزبی که رادیو گذاشته و صدها هزار نفر دارن بهش گوش میدن و ازش خط میگیرن. حزبی که تمام بورژوازی تبری جستنش از خشونت و تبری جستنش از انقلاب و با فحش دادنش بهش معنی میکنه. طرف بعد کنفرانس برلین زیر فشار گذاشتن که آقا چه کارش بوده کردی؟ میگه مرگ بر حزب کمونیست کارگری. که ولش کنه. که نگیرنش. که نزننش. گناهی نداره آدم بدیه مفلوکه بزن. میتونست فرق خودش رو بزنه بره زندان. تو رو که نمی کاری نداره میری زندان میبیرونی. دالای لاما میفهمه رفتی زندان اعتراض بود. ولی تصمیم میگیره به اسم کمونیست کارگری فحش بده. اساس این که من خشونت گریزم، اساس این که من قانون مدارم، اساس این که من میخواهدارم بسازم، اساس این که من اصلاح طلبم، با این که چقدر به حزب کمونیست کارگری بد و بیراه میگم تو رسانه و تو سخنرانیم و تو فلان نشریه تعیین میشه. از آدم دور خردادی بگیر تا خود استاندار کردستان و وزارت اطلاعات و جناب خامنه‌ای به جای خودش محفوظ. در به خودش یه شاعر به ما خوش میده. بابا شعر تو بودی. ما تا حالا به شاعری فحش ندادیم. ده ها شاعر به ما فحش داده. بعد اتیکت رو ما نداریم مؤدب است. و اگه بری طرفش بگی آقا نبود 15 20 نفر دورش میگن به این موجود محسوم لطیف چرا داری شما طرفی. شاعره ولی وقتی نثر میگه فقط داره ما فحش. این واقعیت تو جامعه ثبت شده است. برید ببینید راجع ما به مردم چی میگن. میگن فلانی پسر یک یهودی سرمایه‌دار متمولی است که میخواد در ایران کمونیسم بیاره. پسر یهودی متمول. اینو مثلا ممکن تو اتوبوس شمس الاماره داره میبره مردم برامی بسشید. چرا؟ برای اینکه این سمبل نقطه مقابل حکومته. کسایی که میخوان دینو از ریشه بزنن، نمیخوان یه ذره‌شو نگردن. کسایی که اگه بیان پدر همه رو قرار در بیان، همه بیان. به طور واقعی به نظر من حتی این تصویریه که از ما میدن. ولی حزب کمونیست کارگری امید هر نوع فقدان خشونت رو من میکنه. بذاریم اینجور بگم، حزب تنها راه سعادت مسالمت‌آمیز، انسانی و بدون مشقت مردم ایران حزب کمونیست کارگری. اینا دیگه که ازش حرف میزنن، دارن مملکت میبرن پای سناریوی سیاه، دارن میبرن پای جنگ. شما اگه جنبش درست کنی بخوای آخونده نگهداری، مردم الان دست نهی میگردن. خیال میکنی میتونی جنبش مملکت اصلاح کنی، آخونده رو ضعیف کنی، بعد جلو مردم بگیری که سرشون رو نبرن. فکر میکنی میتونی حقوق زن رو یه ذره بدی ساکتش کنی؟ نمیتونی. شما میکنی میتونی در اختناق یه ذره باز کنی؟ مملکت داره میتره که تنها جریانی میتونه صلح، آرامش و تغییر واقعی جامعه بدون خشونت رو بیاره که تصمیم بگیره به حرف مردم عمل کنه. و اون مایی. مردم نمیخوان این وضعیت. این یه جریانی که مجازات اعدام رو قبول نداره. و اگه آخوندی